одатҳои пур аз ҳикмати ниёгони мо ва муносибати содиқонаи инсону табиат нуҳуфтанд, ки донистани он барои насли имрӯзу фардои миллати тоҷик аз аҳамият холӣ нест. Дар баъзе деҳоти ноҳияҳои вилоят ҷашни саддаро бо пошидани орд бар сутуни девори хона, пухтани таомҳои хоси идона ва баргузор кардани дафсоз истиқбол мегиранд. Даф ё доира шакли офтобро дошта, мардум бар ин боваранд, ки он ба ҳар хонадон равшанӣ ва бахту саодат меорад. Дафсоз ё доирабаз матнҳои шуху сабукро намепазирад ва بیشتر غزل‌های حسب‌حالی و فلسفی شاعران کلاسیکی تاجیک را در بر می‌گیرد. سراینده اول سرودن غزل را با آواز آرام و آهسته آغاز می‌کند و با غزل‌های پرمضمون و تاثیربخش توجه حاضرین را به خود جلب نموده، آنها را با دریای اندیشه غوطه‌ور می‌سازد. بعد چند لحظه سرایندگان با دو بیتی و از سرودهای عارفانه به سرودهای عاشقانه می‌گذرند و رقص و بازی ایدونه به اوج اعلی می‌رسد. چون شام فرا می‌رسید، ساکنان دهات در زمین هموار گلخن افروخته از بالای آن پریدند و پورای رسمانی رو از لباس خود کنده به آتش می پرتافتند. با همین هر گناهی که در یک سال گذشته داشتند از خود دور می ساختند و به سال نو با دل و نیت پاک وارد می شدند. در انجام محفل دانشجویان طعام‌های سنتی را که با دستان خود آماده کرده بودند با اشتراکچیان و مهمانان منظور نموده در باره طرز پختن آنها معلومات دادند.